مجاهدین در رسانه‌های رژیم در کشاکش انتخابات قلابی و جنگ گورکا. تخریب هفته هاست آغاز شده است. دشمنان ایران انتخابات را در هر دوره‌ای که برگزار می‌شود مهمترین مخاطره و البته بهترین فرصت برای ضربه زدن به کشور می‌دانند. همین منافقینی که الان در خارج از کشور هستند و اینها بیش از 17,000 نفر را ترور کردند، الان در پناه غربی‌ها هستند و مسائل دیگری که وجود داره نشان دهنده اینه که مردم ما بالاخره باید حواسشون باشه. الان تو جامعه ما خیلی ها فکر میکنن که هر کسی که هنجار شکنانه تر حرف بزنه این آزادتره. خیلی ها اینجور فکر میکنن و یه کسی که مثلا هنجار شکنی نمیکنه، یه کسی که ساختار شکنانه حرف نمیزنه، فکر میکنن این مثلا آزادمنش نیست. دقت میکنید؟ این است که باید این تلقی رو اصلاح کرد. اطلاعات آخوندی، مجاهدین پای ثابت همه انتخابات بعد از انقلاب. بولتن نیوز، اطلاعات آخوندی، مجاهدین را میتوان پای ثابت همه انتخابات برگزار شده بعد از انقلاب در جمهوری اسلامی ایران دانست. البته نه با کسوت دموکراتیک، بلکه در نقش هایی برای برهم زدن صندوق رأی و تخریب انتخابات. در انتخابات ریاست جمهوری نیز به دلیل آنکه به قانون اساسی رأی نداده بودند امکان حضور پیدا نکردند. شاید دموکراتیک ترین رفتار مجاهدین در قبال انتخابات را بتوان در اولین دوره مجلس جستجو کرد که فهرستی از نمایندگان خود را در همه حوزه‌های انتخابیه ارائه دادند و برای اولین بار و آخرین بار قصد داشتند شانس خود را از طریق قانون و احترام به رأی مردم و دموکراسی امتحان کنند. در اولین دوره که در اسفند 1358 و اردیبهشت 1359 برگزار شد، سهم مجاهدین با وجود توهم هواداران میلیونی از مجلس صفر بود. شاید همین تجربه اثبات کرد که حضور در صحنه انتخابات هیچ دستاوردی نداشته و از همین جا بود که به گزینه‌هایی از جمله تخریب انتخابات، حمله به رای دهندگان و انفجار صندوق رای و حوزه انتخابی روی آورد. با نزدیکتر شدن به انتخابات، خیز مجاهدین روز به روز شدت بیشتری می‌گیرد و بررسی ها نیز نشان می‌دهد که 4 محور اصلی که البته جدید هم نیستند در دستور کار آنها قرار دارد. رجوی همراه با تلاش برای بی اثر نشان دادن صندوق رای تلاش داشته است تا گزینه مبارزه و براندازی نظام را به عنوان راه کار ارائه دهد. حال در شرایطی که فقط فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی را برای کنشگری در اختیار دارند، اهم تلاش خود را بر همین خط ناامیدسازی مردم از صندوق رأی قرار دادند. محتوای تولید شده توسط عوامل این فرقه در آلبانی از جمله عکس نوشته‌ها، کاریکاتورها، کلیپ ها و یادداشت ها همگی بر همین مسئله تمرکز کردند که اساساً صندوق رأی در جمهوری اسلامی هیچ نتیجه‌ای در بر نداشته و انتخابات در ایران بر زندگی و آینده مردم اثرگذار نبوده و نیست. رجوی همراه با بیان چنین نتایجی نسخه براندازی نظام ایران را نیز ارائه می دهد. در چنین شرایطی فقط و فقط کانون های شورشی تنها امید آنها برای هر گونه کنش میدانی در ایران است. کانون‌های شورشی یا همان نوجوانان فریب خورده‌ای که در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی تحت تأثیر سرپل‌های مجاهدین در شبکه‌های اجتماعی و با تحریک هیجانات جوانی حاضر به برخی اقدامات محدود می‌شوند. همه امید مجاهدین این است که در صورت ایجاد زمینه و شرایط ناآرامی دست به اقدامات میدانی بزنند. این نوجوانان گاهی با نوشتن یک شعار بر روی دیوار یا نمایش یک دست نوشته در مقابل دوربین یا نهایتاً آتش زدن یک بنر یا پرچم و ارسال فیلم آن برای سرپل مجاهدین فرصتی را برای رجوی ایجاد می کنند تا با نمایش این فیلم ها از توان عملیاتی خود داستان سرایی کرده و اگر با این نوجوانان برخورد قانونی صورت گیرد تک تک این موارد را نیز
به عنوان مصادیق عدم آزادی بیان در ایران مطرح کرده و باز هم استفاده تبلیغاتی خود را می‌برند.